سرحد خبر. ما امیدواریم دولت آینده آمریکا در اولین قدمهاش سیاست‌های ترامپ رو نسبت به ایران با صراحت محکوم کنه. تأکید رئیس جمهوری ایران بر آسان بودن حل اختلافات با آمریکا. روحانی میگوید دو کشور میتوانند به شرایط پیش از دولت ترامپ برگردند. با سرعت گرفتن روند انتقال قدرت در آمریکا، جو بایدن همکاری دولت ترامپ را صادقانه خواند. خبرنامه باشد باعث خراب شدن گوشت لبنیات میشن، مجبور میشیم بعد دور انداختن آنها شدیم. کاهش واردات برق افغانستان از ازبکستان. بیبرقی اکثر کارخانه های پارک صنعتی کابل را تعطیل کرد. و نگاهی به افزایش خشونت خانگی علیه زنان در دوران قرنطینه. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. رئیس جمهوری ایران میگوید اگر آمریکا به برجام بازگردد، این کشور هم به تعهدات خود در آن برمیگردد و راه برای حل مسائل بعدی هموار میشود. حسن روحانی این سخنان را تنها یک روز بعد از آن بیان میکند که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت مذاکره بی نتیجه بوده و نمیتوان به آمریکا و اروپا اعتماد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا آماده می شود تا کمتر از دو ماه دیگر ریاست جمهوری را از دونالد ترامپ تحویل بگیرد. او و یارانش پیشاپیش از تمایل خود به بازگشت به برجام و تلاش برای تمدید و تقویت اون خبر دادند. شیدا هوشمندی گزارش می دهد. ایران در آستانه آغاز به کار دولت جدید امریکا خواهان بازگشت این کشور به دوران پیش از خروجش از برجام است. تعهد در برابر تعهد. رئیس جمهوری ایران میگوید دولتش آماده است تا اجرای تعهدات خود در برجام را از سر بگیرد. کاهش تنش در برابر کاهش تنش. به شرط آنکه امریکا هم به برجام بازگردد. اگر یه همچون اراده‌ای در حاکمان آینده آمریکا وجود داشته باشه، به نظر من حل مسئله بسیار آسانه. ایران و آمریکا هر دو میتونن تصمیم بگیرن و اعلام کنن که برمیگردن به شرایط 20 ژانویه 2017، یعنی پیش از این امضا که 2.5 سال پیش آغاز خروج امریکا از برجام و اجرای سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی شد. سیاستی که با هدف قرار دادن مهمترین درآمد ارزی دولت، اقتصاد ایران را به شدت تحت فشار قرار داد. دونالد ترامپ می‌خواست با اعمال سیاست فشار حداکثری ایران را پای میز مذاکره برای توافقی دیگر بکشاند. توافقی که علاوه بر مسئله هسته‌ای، فعالیت منطقه‌ای و برنامه موشکی جمهوری اسلامی را هم شامل شود. مسائلی که برای همپیمانان اروپایی امریکا هم مهم است، اما آن را مقوله‌ای مستقل از توافق هسته‌ای می‌دانند. رئیس جمهوری ایران در سخنان امروز خود به طور غیر مستقیم خطاب به دولت جدید امریکا گفت که بازگشت به شرایط 4 سال پیش میتواند مسیر را تغییر دهد و راه را برای مراحل بعدی هموار کند. و این میتونه حل بزرگی برای بسیاری از مسائل و مشکلات باشه و مسیر و شرایط رو کاملا تغییر بده و بعد مراحل بعدی رو میشه ادامه داد در بخش‌های مختلف. گره اصلی با یک اراده و با یک تصمیم میتونه این گره گشاده بشه و باز بشه. مشخص نیست که آیا اشاره آقای روحانی به مراحل بعدی همان نگرانی‌های اروپا و امریکا درباره فعالیت‌های موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی است یا خیر. در مورد موشک، اما دیروز رهبر جمهوری اسلامی به صراحت اعلام کرد که ایران درباره برنامه موشکی و سیاست منطقه‌ایش مذاکره نمی‌کند. خودشون موشک‌های اتمی مخرب که عقل و نقل، دین و دنیا اونها رو رد می‌کنه، انبار می‌کنن و دارن. هم انگلیس داره، هم فرانسه داره، آلمان هم در صراط این چیزا هست. حالا
داره یا ندارش خیلی روشن نیست. اما تو در سرات این چیز به ما میگن موشک عادی هم نداشته باشید. خب به شما چه ربطی داره؟ آقای خامنه‌ای در این سخنان تجربه مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها را بی‌فایده خواند، اما گزینه مذاکرات را به طور قطعی نفی نکرد. مسئله رفع تحریم که مسیر اوله، این ما رفتیم، ما چند سال مذاکره کردیم، اثر نکرد. راه دوم غلبه بر تحریم. انتقاد جو بایدن رئیس جمهوری منتخب امریکا از خروج دولت ترامپ از برجام انتظارهای جدیدی ایجاد کرده. هنوز برای اظهار نظر قطعی درباره سیاست دولت جدید امریکا زود است و معلوم نیست که اختلافات دیگر با ایران غیر از مسئله هسته‌ای را دقیقاً چطور می‌خواهد حل کند. هرچند به نظر می‌رسد که رویکردش به طور کلی ادامه راهی است که دولت اوباما در پیش گرفته بود. شیدا هوشمندی، بی بی سی. فاطمه حقیقت‌جو، تحلیلگر مسائل سیاسی و نماینده پیشین مجلس ایران از بوستون آمریکا به ما پیوستن. خانم حقیقت‌جو، از طرفی صحبت‌های امروز آقای روحانی رو داریم و از طرف دیگه صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای. آقای روحانی میگه خیلی کار راحت میتونه باشه، آقای خامنه‌ای عملا خوشبین نیست، میگه اصلا هم کار راحت نیست. شما چه میخونید از این تفاوت‌ها؟ بله، سلام عرض میکنم. طبیعی که موزه آقای خامنه‌ای باید موزهی باشه که گرفته، در واقع میخواد بگه خوشبین نیست و این پیامیه که ایشون میخواد به دنیای غرب بفرسته که در هر صورت ما خیلی خوشبین نیستیم. اما صحبتی که آقای روحانی انجام میده یک صحبت فنی هست، فنی به این معنا که در واقع برجام یک تعهد چند جانبه است که بعداً هم توسط قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در واقع محکم شده و گرچه آمریکا از در واقع برجام اومده بیرون، ولی هنوز چون عضو شورای امنیت ملی سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل هست، همچنان عضوی هست و در واقع اگر آمریکا به برجام برگرده، عملاً هم تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران برطرف خواهد شد و هم ایران هم عملاً در برجام بوده و متعهد شده که به محض اینکه این تحریم ها در واقع برداشته بشه، برگردیم به دوره قبل از اینکه ترامپ از این قرارداد اومد بیرون، وضعیت برمیگرده به جای سابق، ایران هم به تعهدات برجامی خودش عمل میکنه. این سخن فنی هست، اما نکته‌ای که باید به اون توجه کرد اینه که حتی بعد از اینکه برجام تصویب شد، جان کری وزیر خارجه وقت مرتب با شرکت‌های اروپایی، بانک‌های اروپایی مذاکره می‌کرد برای اینکه بگه که در واقع آمریکا اونها رو تحریم نخواهد کرد اگر اونها بخوان با ایران مبادلاتی انجام بدن. معنی این حرف اینه که بخش خصوصی بانک‌ها عملاً از تنبیهات آمریکا میترسن و اساساً بخش خصوصی و پول محافظه‌کار هست، در عمل مشکلاتی ایجاد خواهد شد. ولی باید به این نکته توجه کرد که تیم خارجه آقای بایدن تیمی هست که در طراحی برجام نقش داشتن و چون الان اونها در واقع در شورای امنیت آمریکا هستن، در وزارت خارجه هستن، حتی جان کری یک مسئولیتی رو، گرچه در مورد گرمایش زمین هست، ولی معنیش اینه که مرتب حضور خواهد داشت. خانم حقیقت‌جو، شما سیاست داخلی ایران رو به خوبی دنبال میکنید. خیلی هم آقای روحانی امروز صحبت از بازگشت به ژانویه سال 2017 کرده، اما خیلی ها میگن فضای داخلی سیاست در ایران هم تغییر کرده، مجلس مجلسی دیگر هست، کلن نگاه ها متفاوت شده، نمیشه بازگشت به اونجایی که بودیم. نگاه شما چه هست؟
ببینید مسئله تحریم نفت و تحریم سیستم بانکی ایران انقدر شدید بوده و عملا اصطلاحاً کفگیر به ته دیگ خورده، خزانه خالی است. این یک واقعیت بسیار مهمی است که من فکر می‌کنم اساساً مرتبط با موجودیت نظام هست و بنابراین در خصوص اینکه ایران تعهدات برجامی خودش رو اجرا بکنه هیچ مخالفتی توسط مجلس یا جاهای دیگه صورت نخواهد گرفت، به خاطر اینکه اونها گوش به فرمان آقای خامنه‌ای هستن و آقای خامنه‌ای هم ممنوع نکرده که برگردن به برجام و تعهدات برجامی رو اجرا بکنن. به همین دلیل هم آقای خامنه‌ای به طور مشخص در سخنرانیش بیان میکنه که دو مسیر وجود داره، یه مسیر رفع تحریم، یه مسیر مقاومت هست، ولی مسیر رفع تحریم که از طریق مذاکرات هست اون رو ممنوع نکرده. و البته یه نکته ای رو که باید بهش توجه کرد، انتخابات میان دوره‌ای ایالت جورجیا در آمریکا تعیین کننده خواهد بود که سنا در اختیار جمهوری خواهان قرار میگیره یا دموکرات ها. اگر در اختیار دموکرات ها قرار بگیره، به نظر من حتی این امکان وجود داره که برجام به تایید کنگره آمریکا برسه، چون در دوره اوباما هم در واقع دستور ریاست جمهوری بود. به همین دلیل هم بود که ترامپ موفق شد اون رو ملغا بکنه. اگر به تصویب کنگره برسه طبیعی است که محکمتر خواهد بود. ممنونم از شما خانم حقیقت جو، ببخشید وقت بیشتری نداریم. فاطمه حقیقت جو، تحلیلگر مسائل سیاسی و نماینده پیشین مجلس ایران. چند خبر کوتاه. حدود 150 برنده جایزه نوبل در رشته‌های مختلف از سراسر جهان در نامه‌ای از رهبر ایران خواستند تا احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی را آزاد کند. آقای جلالی 4 سال پیش در زمان شرکت در یک همایش در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل به اعدام محکوم شد. به دنبال انتشار گزارش‌هایی درباره اعدام قریب الوقوع آقای جلالی، دیروز وزیر خارجه سوئد هم گفت از همتای ایرانیش خواسته مانع اجرای این حکم شود. امارات متحده عربی صدور ویزا برای اتباع ایران، افغانستان و 11 کشور دیگر را که عمدتاً مسلمان نشین هستند متوقف کرده. در سندی که به دست خبرگزاری رویترز رسیده آمده که دولت امارات به برخی شرکت‌های تجاری گفته برای شهروندان این 13 کشور تا اطلاع ثانوی ویزا صادر نمی‌کند. سوریه، یمن، لبنان، عراق، پاکستان و ترکیه هم از جمله کشورهای این فهرست هستند. دولت امارات هنوز در این باره توضیحی نداده، هرچند در بعضی از گزارش‌ها آمده که این ممنوعیت بر اساس ملاحظات امنیتی صورت گرفته. در ایران وزارت بهداشت از ثبت بیش از 13800 مورد جدید ابتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده که در آمار رسمی روزانه بی سابق است. همچنین گفته شده که در این مدت 469 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. بیش از 27 استان ایران همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. رئیس جمهوری فرانسه از سبک شدن قرنطینه سراسری خبر داده و گفته که این کشور اوج موج دوم کرونا رو پشت سر گذاشته. در همین حال در آلمان مقام‌های دولت فدرال و رهبران ایالت‌ها برای هماهنگی پاسخ به بحران در ماه‌های زمستان ملاقات کردند. آلمان با 410 جان باخته بدترین آمار روزانه اش را ثبت کرده. انتظار می‌رود قرنطینه‌های منطقه‌ای تا نزدیکی کریسمس تمدید شوند که به معنی ادامه تعطیلی رستوران‌ها، بارها و مراکز تفریحی خواهد بود. در آمریکا جو بایدن رئیس جمهوری منتخب همکاری دولت دونالد ترامپ در روند انتقال قدرت رو صادقانه توصیف کرده. آقای بایدن در اولین گفتگوی اختصاصی با یک رسانه آمریکایی بعد از پیروزی در انتخابات گفته بعد از چند هفته مقاومت کاخ سفید، اطلاعات سری که در اختیار رئیس جمهوری است به او هم داده خواهد شد. او همچنین وزیران پیشنهادی اش را معرفی کرده. بهمن کلباسی گزارش می‌دهد. در حالی که دونالد ترامپ همچنان از پذیرفتن نتایج انتخابات سرباز می‌زند، اما شکست شدن سد مقاومت مقام‌های دولتش در برابر واقعیت پیروزی رقیب دموکرات در روزهای گذشته راه جو بایدن و تیمش برای تحویل گرفتن قدرت را هموارتر کرده. آقای بایدن 24 ساعت پس از اینکه رئیس یک اداره منصوب ترامپ
اجازه آغاز روند انتقال دولت را صادر کرد، در نخستین مصاحبه تلویزیونی پس از پیروزیش از گام‌های رو به جلو گفت. بله، بلافاصله مقام‌های شورای امنیت ملی کاخ سفید و دیگر وزارتخانه‌ها با ما تماس گرفتند. دیدارهای تیم من با مسئولان دولتی در مورد کرونا و واکسن آغاز شده. دسترسی من هم به اطلاعات سری ریاست جمهوری برقرار است. در کل همکاری خوبی برای انتقال قدرت در حال انجام است. پس از پایان مصاحبه تلویزیونی هم گفت اگر ترامپ بخواهد آماده تماس مستقیم با اوست. بازگذاشتن در برای قبول آبرومندانه تر شکست از سوی رئیس جمهوری در 55 روز آخر کارش. رئیس جمهوری منتخب چند ساعت پیش از آن هم با اعضای پیشنهادی کابینه‌اش در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی در برابر دوربین‌ها حاضر شد. ترکیبی از تنوع جنسیتی و نژادی، آشنایی با کار و تجربه و جوانی و نواندیشی. ما نمی‌توانیم همه مسائل جهان را به راحتی حل کنیم. ما نیازمند همکاری دیگر کشورها هستیم. دوران تکیه بر دیپلماسی بازگشته. شما درست میگویید که باید به توافق مقابله با تغییرات اقلیمی بازگردیم و اینکه بازگشت به آن توافق کافی نیست. وعده چند جانب گرایی در روابط بین المللی، تکیه بر علم و صراحت با رئیس جمهوری بر اساس واقعیت ها. تلاشی برای به نمایش گذاشتن تفاوت عمیق دولت بعدی با دولت فعلی. حالا کمتر از 2 ماه فرصت دارند برای مقابله با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی آماده شوند. بهمن کلبوسی، بی بی سی، نیویورک. اتاق صنایع و معادن کابل میگوید با کاهش واردات برق از ازبکستان حدود 80% کارخانه‌های پارک صنعتی کابل تعطیل و 15,000 نفر بیکار شدند. با سرد شدن هوا در 1 ماه گذشته شهروندان کابل کمتر از 6 ساعت در شبانه روز برق دارند. پایتخت افغانستان به 550 مگاوات برق نیاز دارد، یعنی بیش از 2 برابر مقدار فعلی. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. کاری را که کرونا با کارخانه ها کرد به برقی و کم برقی هم کردند. در 4 پارک صنعتی کابل، قلب صنعتی افغانستان، بیش از 1500 کارخانه کوچک و بزرگ وجود دارد. به گفته اتاق صنایع و معادن کابل، قطع برق به صورت مداوم صدها کارخانه را از کار انداخته و هزاران کارگر را بیکار کرده. اکثر کارخانه ها در شبانه روز 12 تا 13 ساعت برق داشتند، اما مدتی است که 4 تا 5 ساعت برق دارند. یگانه راه اشتغال حمایت از صنعت داخلی کشور هست که متاسفانه بی‌توجهی مسئولین ما باعث مسدود شدن تعدادی از فابریکات ما و بیکار شدن هزاران جوان ما در کشور گشته. شرکت برق افغانستان برشنا اما میگوید کارخانه ها برق 12 ساعته دارند، ولی آنها بیش از مقدار معین برق مصرف میکنند که در نتیجه قطع میشود. صنعتکاران این حرف را رد میکنند. حساب و کتاب عصمت الله با بود و نبود برق رابطه مستقیمی دارد. تقریبا تمام مغازه‌داران در این روزها 1 روز برق دارند و 1 روز نه. برق که نداشته باشند مشکل دارند. دقیقاً در روی کاربر ما تاثیر داره، به خاطر که می مواد مثلا مثل گوشت و لبنیات نیاز در برق داره، به خاطر که یخچال اگر برق نباشه باعث خراب شدن گوشت و لبنیات میشن، مجبور میشیم بعد دور انداختن آنها شویم. در برخی مناطق که اصطلاحاً نوبت برقشان است، 5 یا 6 ساعت برق دارند و باقی ساعت‌های بی‌برقی است. شرکت برق افغانستان حدود 2 سال پیش گفته بود که با واردات برق تازه از ترکمنستان با ظرفیت بالا، مشکل برق کابل کاملا حل خواهد شد. اکنون نه تنها مشکل حل نشده که هر سال نسبت به سال گذشته بیشتر نیز شده. شرکت برشنا قبلا اعلام کرده بود که 35% از مردم افغانستان به برق دسترسی دارند و حدود 75% برق مصرفی افغانستان نیز وارداتی است.
افغانستان به حدود 2000 مگاوات برق نیاز دارد، اما قادر به تامین نصف آن هم نیست. علی حسینی، بی بی سی، کابل. دو خبر کوتاه. استرالیا، شهروندی عبدالناصر بنبریکا، روحانی مسلمان الجزایری را لغو کرد. وزارت کشور استرالیا گفته این اقدام برای حفاظت از شهروندان این کشور صورت گرفته. آقای بنبریکا به جرم بمب‌گذاری در یک بازی فوتبال در شهر ملبورن به 15 سال زندان محکوم شد و ماه آینده آزاد می شود. و همچنین اولین شهروند استرالیا است که حق تابعیتش را در خاک این کشور از دست می دهد. خواهر لوجین حزلول، فعال حقوق زنان در عربستان، امیدوار است که او به زودی آزاد شود. قرار است دادگاه خانم حزلول امروز در شهر ریاض از سر گرفته شود. از دو سال و نیم پیش دستگیر شد. خانم حزلول از ماه گذشته در اعتراض به وضعیتش در زندان اعتصاب قضا کرده. مقام های سعودی او را به توطئه و همدستی با سازمان های خارجی شامل رسانه ها و گروه های فعال مدنی متهم کردند. یونیسف و نهاد زنان سازمان ملل به بی بی سی گفتند که شیوع کرونا نسلی از زنان و دختران را در معرض خشونت خانگی قرار داده. فشارهای اقتصادی، وظایف مراقبتی و دسترسی کمتر به آموزش باعث شده که دخترها بیشتر در معرض چنین خشونتی قرار بگیرند. مگا موهان گزارش می‌دهد. My name is Anne and I am 19 years old. اسم من آنه و 19 سالمه. یک پسر کوچیک دارم و با پدر و مادر و خواهر و برادرهام در یک کلبه یک اتاق زندگی می‌کنم در شهرستانی در آفریقای جنوبی. پدرم قبلا تک و تو کارهای روزمزد انجام می‌داد، اما از زمان شیوع کرونا حتی یک کار هم نگرفته. مجبور شد از رباخارها وام بگیره و قرض بالا آورد. به خاطر قرنطینه همه خانواده توی خونه گیر افتادیم. در ماه‌های اولیه شیوع بیماری پدرم مست می‌کرد و من و مادر و خواهرم رو کتک می‌زد. ما اسم آن را عوض کرده و حرفایش را صداگذاری کردیم. او یکی از تقریباً 15 میلیون زن جهان است که بنابر آمار یونیسف و دفتر زنان سازمان ملل به ازای هر 3 ماه قرنطینه مورد خشونت خانگی قرار گرفتند. این نهادها می‌گویند در بعضی از کشورها گزارش‌های خشونت خانگی در دوران همه‌گیری 40% افزایش داشته. در وضعیت خطرناکی هستیم که ممکنه یه نسل از دخترها و زنهای جوان رو از دست بدیم و همینطور دستاوردهای برابری جنسیتیمون در 10 سال گذشته رو. دخترهای زیادی به مدرسه برنگشتن و می‌دونیم زنهای جوان شغل‌هاشون رو از دست دادن و به محیط کار برنگشتن. اونا همینطور سرپرست خانواده‌اند. به نظر من خیلی خطرناکه. اما فقط زنان طبقات فرودست در معرض خشونت نیستند. سیندی بیشاپ یک سوپر مدل تایلندی و سفیر حسن نیت سازمان ملل است. خشونت انواع مختلفی داره. خشونت احساسی. میدونید نادیده گرفتن هم یه خشونته. وقتی به گذشته فکر میکنم، بله خیلی وقتا تجربهش کردم. بارها قبل از شوی مد باید کبودیای روی پای دوستام رو با آرایش میپوشوندم. ما فقط دخترها رو نصیحت میکنیم که از خودشون محافظت کنن. بهشون میگیم خودشون رو بپوشونن، خودشون رو در شرایطی قرار ندن که تنها دختر جمع باشن. اما با پسرها در مورد احترام، رضایت و از این قبیل حرف نمیزنیم. آن حالا تحت پوشش حمایتی یک خیریه محلی در آفریقای جنوبی است. شماره تلفن آنها را از روی پوسترهایشان در محله برداشت و از طریق پیام رسان واتساپ با آنها تماس گرفت. خیریه به پدرش هم کمک میکند. قبلاً اوضاع خونه واقعا بد بود، اما الان پدرم تحت درمانه و شرایط خانواده رو به بهبود. من هم دارم کمک دریافت میکنم تا بتونم درسم رو ادامه بدم. آن میگوید دوست دارد در آینده آتش نشان شود و پسری با ادب بار بیاورد که با زنان درست رفتار میکند. مگا موهان، بی بی سی نیوز. دولت جمهوری آذربایجان از ورود ارتش به کلبج در خبر داده. دومین شهری که بنابر توافق آتش‌بس جنگ قره‌باغ قرار شده به جمهوری آذربایجان بازگردانده بشه. بر اساس توافق صلح، آذربایجان همچنین مناطقی رو که در جریان درگیری‌های چند هفته گذشته در قره‌باغ تصرف کرده بود حفظ می‌کنه. ارمنی‌تبارهایی که از جنگ در شهر هادروت فرار کردن عملاً بی خانمان شدند. ماجرای خانواده‌ای رو ببینیم که جنگ اونها رو از خانواده‌شون رانده، از خونه هاشون رانده و رغبتی هم به بازگشت ندارن. ترسیدی؟ تو چی نترسیدی؟
واقعا درد بزرگی که بدونی سرزمینت رو از دست دادی. دوستان عزیز سراسر جهان، ما از جامعه این زن ارمنی است و اهل هادروت، شهری که نیروهای آذربایجان با آن حمله کردند. پناهگاه افتضاح بود، کثیف بود و هیچ منبع نوری هم وجود نداشت. همیشه پر از سر و صدا و گریه بچه ها بود. مادرها ترسیده بودن و نگران شوهرها، برادرها و پسرهاشون در خط مقدم جنگ بودن. هیچ راه فراری نبود. یه کابوس واقعی بود. خانواده به ایروان فرار کردند و چند هفته بعد پدرشان بوریس با آنها پیوست. یک ون پر از تعدادی داوطلب اومد تو شهر و منم ازشون خواستم خانواده‌ام رو از جنگ دور کنن. اونا هم هیچ باری به خودشون بر نداشتن، فقط لباسایی که تنشون بود. وقتی میرفتن لبخند میزدن، هیچ خبر نداشتن که نمیتونن به هادروت برگردن. با خودم هیچی بر نداشتم، فقط تلفنم و شارژرش. آنها روند جنگ در هادروت را از شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کردند. الان تو خونه داییمون زندگی میکنیم، اما خونه خیلی کوچیکه. در رسانه های ارمنستان همه چیز خوب به نظر میرسید، فقط مینوشتن که ما پیروز میشیم. اما ویدیوهای منتشر شده توسط آذربایجانی ها از هادروت حدیث دیگری میگفتند. آذربایجانی ها در اینترنت ویدیوهای منتشر میکردند و میتونستیم از روی اونها بفهمیم به قسمتی از شهر رسیدن که ما اونجا زندگی میکردیم. یعنی همه چیز از دست رفته بود. میتونید تصور کنید کسایی که فرزندان، شوهرها و پسرهاشون رو از دست داده بودن، بعد از این چه حسی بهشون دست داده؟ چطور میتونن زندگی کنن؟ ماریا و مادرش در یک تظاهرات در مقابل دفتر سازمان ملل در ایروان شرکت کردند، اما احتمال مداخله بعید است. نمیدونم کمک میکنند یا نه، شاید. در سه دهه گذشته سازمان ملل از حق مالکیت ارضی جمهوری آذربایجان بر منطقه قره‌باغ حمایت کرده. رئیس جمهوری آذربایجان گفته که ارمنی تبارها می توانند به خانه بازگردند، اما بعید است خیلی ها احساس امنیت کنند و پیشنهادش را بپذیرند. چطور میتونی با کسی زندگی کنی که ممکنه هر لحظه بهت آسیب بزنه؟ غیر ممکنه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا دقایق دیگه با خلاصه خبر باشم.